خدمت شما عرض بکنم که بچه من چقدر زمان دارم؟ خواهم برنامه‌ریزی کنم برای شزاره. دو دقیقه زمان داریم که خداحافظی بکنیم و بعد قسمت دوم جمونگ رو برای شما پخش بکنیم. خیلی حرفا بیار به من بده، اونها رو بیار به من بده، اونها رو بیار به من بده. این فکر میکنم یک قسمت خیلی کمی هم هست تازه از این ماجرا. اشکال نداره، اصلا خواستیم همین کار رو بکنیم. خدا رو شاهد میگیرم که همه رو جمع کنیم، خیالتون راحت. میکروفون هم افتاد. عرض کنم به خدمت شما که این تعداد خیلی اندکی از نامه هایی که شما ها بر ما فرستادید که توی این نامه ها بعضیاش حرفای قشنگ خوشگلی بود برای بهتر شدن ما حاصل و بعضیاش گره ها و مشکلات شما بود. مردم، کسایی که ما رو مونس دونستیم و ما دردل کردیم، ما همه یه تلاشمون رو کردیم، اما چه کنیم که بضاعت ما همینقدره، توانمون همینقدره و زورمون همینقدره. مشکلات شما، گره های شما رو خوب میفهمیم و درک میکنیم، حداقل اندازه فهممون. و یکی از دغدغه های این چند شب آخر من بود که خدای چی کار باید بکنیم با این حرفایی که شنیدیم، که بعضی از این قصه ها رو توان به پایان رسوندنش رو توی خوندن این سطرها و توی این کاغذا نداشتیم. نمیدونم اگر کسی صدای منو میشنوه و احساس میکنه که توانایی این رو داره، حالا چه یک سازمانی، یک ارگانی، چه دولتی، چه غیر دولتی، ما حرف و قصه و قصه و گره و مشکل زیاد شنیدیم توی این ما. این نامه ها اینجاست، اما ما خیلی ها خودمون هم دغدغه های خودمون رو داریم، اما بغض تو گلومون هست به خاطر مشکلات هموطنامون و بعضی موقع نفسمون رو بند آورده. این نامه ها اینجاست، امانت مردم دست ما. هر موقع خواستی میتونید بگید و ما تقدیم شما بکنیم. خودمون هم پیگیریشو انجام میدیم، حاضریم این کارو بکنیم، پیگیری کنیم تک تکشون. این از این مسئله. من از همه دوستام تشکر میکنم. چند تا نکته رو باید بگم. من باید تشکر ویژه بکنم از عایشه رتنایی عزیز که کنار ما بود، نه روبروی ما، نه بالا سر ما. از حامد میرفتایی بی نهایت تشکر میکنم، کم خواب ترین عضو گروه ما، دستاشو میبوسم. از پیام ابراهیم پور همینطور که امسال اومد و من کمک کرد، از همه بچه های نازنینی که اینجا هستن، دوست ندارم اسم کسی رو جا بندازم، قربون همتون برم. بچه ها منو ببخشید، بد اخلاقی منو ببخشید، بعضی موقع ها لجبازی منو ببخشید، همه کسایی که منو تحمل کردن، بچه های پخش که با هم رفت و آمد رسانه ای داشتیم و یه دونه میرفت یه دونه نمی اومد و اینا، کلی هم حرص خوردم به خاطر دیر پاس دادن من، همه کسایی که بهمون کمک کردن، حامد علی تقوی عزیز، نمیدونم بچه ها با من بگید اگه اسم کسی هست، دوست ندارم که خاطری بدی. سایت واجب تر این بود، سایتو بگیم، کوچولو www.kuchulo.ir، این سایت کوچولوها بود. ولی میخوام تموم بکنم و با شما خداحافظی کنم. دلم هم نمیاد که بگم که وعده بعدی ما کیه، چون میدونم که عقربه های ساعت ممکنه حسودی بکنن و خواب بمونن و ممکنه دیگه شما رو نبینیم. ولی از بعضی ها آزردگی دارم، از بعضی ها هنوز بغض و گلومه، کسایی که خیلی ضربتی ما برخورد کردن و شاید این آخرین حضور بنده در این برنامه باشه، چون احساس میکنم که لیاقتش رو ندارم به اذعان بعضی از آقایون که تشریف دارن. و دوست دارم که سال بعد بیننده این برنامه باشم با کسی که بهتر این فضا رو بفهمه و لایق‌تر باشه. دست همه شما رو میبوسم. به قول بعضیا گستاخی منو ببخشید. و تو این برنامه فقط اومدم نشستم، بعضی موقع‌ها زانو زدم که از مهمونام چیز یاد بگیرم و از خود شماها. از تک تکتون ممنونم. مطلبی هست که باید بگم؟ کسی خواسته پنجره رو؟ آها، پنجره ماست که مشتری پیدا کرده. خدا خیرش بده. آقای مهندس بابایی که یک سنگ معدن پرلیت یعنی بتون سبک فعالیت میکنه حاضر شدن این تابلو رو بگیرن، به جاش یک ویلای یعنی یک خونه 7 دوبلکس 70 متری
به کسی بدن که حالا ما میگردیم تو این نامه ها و تو این قصه ها و قصه ها، کسی رو پیدا کنیم که واقعا لایقش باشه و از همه نیازمندتر باشه. خدا رو شکر خیلی پنجرهمون گرون فروخته شد. از احسان ارغوانی ممنونم، تشکر میکنم. از خانم نوابی نژاد بی نهایت تشکر میکنم که خیلی بهشون زحمت دادین.